درود خدمت همیهنان گرامی، من حسین مهری هستم و برنامه در امتداد هفته رو اجرا می کنم به کارگردانی آقای امیر و با حضور جناب آقای دکتر عباس میلانی. آقای دکتر عباس میلانی نویسنده چندین زندگی نامه شاه که شاه بقیه زندگی نامه هاست، بسیار خواندنیست واقعا. کسی که نخونه نمیدونه در زمان شاه چه گذشته از همه نظر. آقای دکتر سلام عرض میکنم. من سلام به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران پهناور که تشریف دارم. ایران موسع. ایران موسع، حالا فارسی شده پهناور. آقای دکتر حالتون خوبه انشالله؟ خیلی متشکرم. شما فرصت میکنی مثلا سیزده به در اینا برین؟ فرصت کافی نه، ولی مناسکشو به جا میارم. میرم حداقل یک از خونه بیرون و یک قبضی به رودی میاندازم به کوری چش همه کسانی که سیزده به در و عیدو نمیتونم ببینم. من مصرم که حتما این مناسک بسیار زیبا و دیرین ایران رو به کوری چش معاندان اجرا کنم و به زیبایی خود مناسک، واقعا مناسک که به غایت زیبایی هستن دیگه، هر دو هم همچین زبطه. بله آقای دکتر، امروز صفحه فارسی بی بی سی رو می دیدم یک گزارش مفصل دراز آهنگ درباره این نمایش آقای بهرام بیضایی به عنوان نویسنده و کارگردان ناماشنای سینما و تئاتر ایران گذاشتن. نمیدونم دیدین خوندین؟ بله خوندم، من اون صفحه اولش رو که خوندم. البته خیلی خوشحالم که نقدی به این مبسوطی و به این پرباری نوشتن، ولی در واقع یکی از دو بازیگر اصلی، بازیگر عهد مرد رو که شون نوشتن که دنبال امن و امان در خارج از ایران رفته و برگشته، اصلا اینطور نیست. 15 سال در زندان جمهوری اسلامی بوده، در زندان شکم اوین بوده، برای اینکه همه نشانه ها از اوینه که دور و برش دارن برج میسازن و خونه میسازن. و اتفاقا اون بازجوی این رابطه، در واقع رابطه این سه نفر، داستان به این شکل در حقیقت داستان یک رابطه عاشقانه است که دو جوان، یکی به اسم چاردار و یکی دیگه که همین قهرمانی است که ما میبینیم، اینها هر دو به نوعی عاشق کارکتری هستن که خانم شمسایی بازی میکنه و بعد یکی از این دو که کاراکتر اصلی که ما میبینیم در صحنه 15 سال غیبش میشه و اون آقای بازجو و در واقع تمام رژیم یه جوری وانمود میکنن که این شخص نه در زندان بلکه به خارج رفته و خوشگذرونی میکنن و حالا برگشته و وقتی که برمیگرده این عشق دیرینش رو باز میابه و در یک فرایند خیلی زیبایی به تدریج متوجه میشن که چه برشون رفته و بعد متوجه میشن که اون بازجو در واقع جای این عاشق رو گرفته و با اون خانوم به نوعی به اجبار به نوعی به استیصال عروسی کرده و حالا که متوجه شده که این داره آزاد میشه از زندان بعد از 15 سال، به مدت زیادش هم در انفرادی بوده، او در میره، از مملکت در میره و وقتی که این جوان بر میگرده و میبینه که چقدر فضا آلوده است، چقدر بیرون از زندان هم به اندازه زندان نکبت داره، آدم ها مستعصل هستن، خود این خانوم مستعصله، قرصی شده، او تصمیم میگیره که به جای ادامه زندگی خودش رو بندازه جلوی کامیون و خودکشی کنه و
و یک صحنه شگفت‌انگیزی در آخر این خودکشی رو نشون میده. بقیه توصیفشون درسته، ولی این یه نکته بسیار مهمی در مورد نمایش است که این شخص بیرون نرفته، این شخص رو زندان کردن و در واقع روح شاعرانه نمایش همین شخصه که خیلی هم بازیگر درخشانی بازیش میکنه و گوشه هایی از زندگی خود آقای بیضایی هم در این هست، در این شخص هست، به این معنا که چطور عجامر و اوباش جواسیس میان پدرش رو اذیت میکنن به جرم اینکه کتاب زاله داره در خونه، بعد چمه ای از وضعیت جمهوری اسلامی هست که چطور کسانی رو که اعدام میکردن براشون از خانوادهشون پول گوله میگرفتن، اینجا هم این شخص رو 15 سال زندان کردن، بعد از 15 سال حالا اومدن ازش حق اجاره زندان انفرادی میخوان، حق اضافه کاری برای بازجوهایی که پدرش رو در بردن میخوان. یعنی بعدم تو تمام این فضا دائم متوجه هستید که همه دروغ میگن به هم، رادیو، تلویزیون، روزنامه، مطبوعات دائم دروغ میگن، دائم جعل اخبار میکنن، دائم حسب اخبار میکنن، و اگر هم در حال جعل اخبار نیستن و اگر هم در حال دفع بخشی از انسان ها از تصویر نیستن، همه رو همه دارن جاسوسی میکنن، همه نگران دوربین های مخفی هستن، و اگر دوباره در این فضای پر ادبار نیستن و همه در حال سر هم کلاه گذاشتن نیستن، همه در حال فروش کالاهایی هستن که به عنوان کالاهای وطنی جا زده میشه، ولی همه ساخته کشورهای دیگه است، از سومالی و ونزوئلا بگیرید تا قرقیزستان و قالی کاشان ساخته چین. این یه ساخت واقعا درخشانی داره این نمایش، یک زبان بسیار شاعرانه درخشانی داره، در عین اینکه یک ابتذال عظیمی رو که بر جامعه ایران رفته در نتیجه 39 سال انقلاب، چجوری شعر و شاعری و نمایش و انسانیت و عشق و همه رو زیر بار جورشون، زیر بار فسادشون، زیر بار ریاشون، زیر بار خرافه هاشون، زیر بار تبلیغات دروغینشون بودم، دائم حضور کاذب رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی رو میبینه از نوع تبلیغاتی که میکنن، روزنامه نگاران وابسته ارزشی دروغگوشون رو میبینه، و بعد دوباره کار درخشانی که آقای بیضایی کرده اینه که یه سری صحنه‌گردان هستن که هر از حدود 7-8 دقیقه در صحنه ظاهر میشن و در حرکات اینها، حرکات خیلی موزون اینها، حرکاتی که واقعا مثل باده آقای بیضایی و خانم شمسایی با این بازیگرها کار کردن که اینها رو اجرا بکنن و در واقع برقصن، در این حرکات موزون شکیل معنادار در مقاطع مختلف سرنوشتی که بر جامعه ایران رفته رو از روز اول انقلاب که مردم خوش بودن و یا علکی خوش بودن و یا به حالت روباتیک خوش بودن و فکر میکردن که وقتی براشون یک کسی سوت میزنه لحظه خوشبختیشونه، از این حرکات میاد تا استراب، تا خشم، تا دعوا، تا غم و تا انتظار مرگ که در این صحنه آخر به شکل واقعا شگفت انگیز مؤثری نشون داده میشه. خلاصه همونطوری که در این گزارش بسیار خوب هم نوشته شده، ما 7 اجرا از این داشتیم که هر 7 اجرا از مدت ها پیش فروش شد، همه صندلی ها پیش فروش شد و در یه تئاتر بسیار مجهز دانشگاه استنفورد اجرا میشد، نور پردازی بسیار درخشانی داشت، صحنه پردازی که خود آقای بیضایی کرده بودن با صحنه پردازی بسیار بسیار درخشانی، بازی ها همه بازی های خوب، بعضی ها واقعا بازی های درخشان، چه بعضی از بازیگرانی که نقش های
صحنه گردان داشتن، چه اون دو نفری که نقش اصلی رو داشتن، چه چند نفر دیگه‌ای که نقشای مهمتر داشتن، همه یه اجرای واقعا درخشانی بود. و این درخشانی نبود مگر به خاطر تلاش واقعا 6-7 ماهه آقای بیضایی و خانم شمسایی به عنوان دستیارشون که با اینها تمرین کردن، کلاس گذاشتن، اجراهای چندین و چند بار کردن و تونستن یک کار حرفه‌ای درجه یک و یک در واقع مصیبتنامه‌ای در مورد آنچه که بر جامعه ایران رفته، ولی مصیبتنامه‌ای که پر از طنزم هست. واقعا من که همه اجراها رو دیدم، تو هر اجرایی هم به خنده می افتادم دائم، هم به گریه می افتادم گهگاه. اینکه در هر تئاتر درخشانی تراژدی و کمدی دو روی یک سکه واحدن و بیضایی میتونه بهتر از هر کسی دیگری که من دیدم در ادبیات فارسی و به شکلی که واقعا تنها با مثلا شکسپیر قابل قیاسه، میتونه در ظرف 30 ثانیه شما رو از اوج خنده به حضیض افسردگی ببره و به خودتون بگید چه بلایی بر سر ما آمده، و بعد دو دقیقه بعد یه خط دیگه میاره اونجا، یک جوک دیگه میگه، یک مطلق دیگه میگه، یا یه واقعیت بدیهی رو به یه شکل شاعرانهی صورت بندی میکنه و به یه شکل زیبایی صحنه پردازی میکنه. شما کاملا از اون یه درک متفاوتی دارید پیدا میکنید و اون چیزایی که به طور روزمره در ایران اتفاق میفته و آدم فکر میکنه که مردم شاید بهش خور کردن، این با این زبانش، با این زبان بسیار زیباش و با این صحنه پردازیش در مفهوم دقیق اون کاری رو میکنی که هنر باید بکنه، یعنی از صحنه های به ظاهر آشنا آشنایی جدایی میکنه و قبح بعضی از این حرفا رو، قبح این کارها رو، شناعت بعضی از این دروغ هایی که این رژیم به مردم میگه و بلایی که بر سر مردم آورده و ریایی که در روابط اجتماعی حاکم شده رو به شکل واقعا شگفت انگیزی نشون میده. خب تبریک میگم آقای دکتر. کی ما میتونیم ببینیم؟ خود ما که اونجا نیستیم. شما که اونجا نیستید، ما میگم این ما از این 7 اجرا ویدیو گرفتیم و حتی یک اجرا هم اضافه کردیم بدون تماشاچی، که آقای بیضایی اونطوری که خودش دلش میخواد از اینها فیلم بگیره. این در اولین فرصتی که ما بتونیم اینها رو، این آقای بیضایی بتونه با هدایت آقای بیضایی، نظارت آقای بیضایی، ویرایش حرفه‌ای بشه، در اختیار همگان قرارش خواهد داد حتما. خیلی ممنون آقای دکتر میلانی. ما مرتب میشنویم که ایرانی ها اینجا و آنجا در سلسله مراتب سیاسی کشورها بالا میرن، در سوئیس چند تا، در امریکا هم، و امروز اعلام شد که یک بانوی وکیل ایرانی آمریکایی شده معاون وزارت بازرگانی آمریکا، خانم نازک نیک اختر. شنیدین؟ خبر رو شنیده بودم ازش، ایشون رو باشون آشنایی ندارم، ولی قبلا هم ما ایرانی معاون وزیر اقتصاد آمریکا، خزانه داری آمریکا داشتیم دیگه. بله، ایشون معاون وزارت بازرگانی است. بله، ولی ما حتی معاون وزارت چیز داشتیم، من فکر کنم این کامرس دیپارتمنته که خیلی محالیه، ولی ما ایرانی داشتیم که معاون وزارت در واقع تریژری آمریکا بود، یعنی وزارت دارایی آمریکا که خیلی خزانه‌داری. بله، خزانه‌داری آمریکا بود و اون خیلی نقش مهمی بود. دکتر مکرمی که از واقعا انسان‌های درخشانه و پدرش صاحب باشگاه شاهین بود، همون مکرمی معروف باشگاه شاهین، انسان بقایت فرهیخته، الان معاون استاندار واشنگتن هم یک شخص ایرانی است،
او هم واقعا از انسان‌های شگفت‌انگیز نابیناست. به رغم نابینایی رفته دانشگاه، در بهترین دانشگاه وکیل دعاوی شده، بعد اومده خدمات سیاسی در واقع به جامعه بکنه، شده معاون استاندار شهر ایالت بسیار مهم واشنگتن، و اون ایالت هست که اول بار علیه این قانون بسیار زشت منع ورود ایرانی ها و بقیه مسلمان های از شش کشور دولت ترامپ رو به دادگاه کشوند و متوقف کرد. خلاصه از این اتفاقات داره خیلی زیاد میفته، خیلی هم امیدوارم بیشتر میفته. در دیگه خود شما، نزدیکای خود شما، یک ایرانی دیگه داره سعی میکنه نماینده مجلس بشه، یک خانمی در اینجا قاضی در واقع ایالتی شده، خیلی بودن. یعنی واقعا حتما امیدوارم بیشترم بشه، برای اینکه نسل دوم که دارن میان بالا، نسل دوم ایرانی ها هم علاقه شون رو به ایران حفظ کردن و هم راه چاه سیاست ایران رو، سیاست آمریکا رو خوب میدونن، و هرچی بیشتر از اینا باشه امکان حراست از حقوق ایرانی ها در آمریکا بیشتر و بیشتر میشه. آقای دکتر میلانی، آقای عیسی کلانتری از وزیران دولت فعلی جمهوری اسلامی در مورد بحران کم آبی در ایران مطالبی گفته که من بعضی عباراتاشو میخونم، بعد نظر خواهی از شما خواهم کرد. میگوید از زمان ساسانیان و هخامنشیان تا حدود 35 سال پیش برداشت اضافه از منابع آبی کشور ما نداشتیم. در این 35 سال فقط 120 میلیارد مکعب آب‌های شیرین فسیلی صدها هزار ساله که حدود 75% آب‌های شیرین زیرزمینی بود را ما مصرف کردیم در جمهوری اسلامی، که حدود 75 میلیارد متر مکعب آن در 8 سال گذشته مصرف شده. یعنی ما منابع رو تاراج کردیم. اینو وزیر همین رژیم میگه. جمعیت رو افزایش دادیم، غافل از اینکه این جمعیت باید در یک کشور آباد زندگی کند، تو دهنی به رهبر، بدون توجه به نیازهای جمعیت. ما منابع کشور را برای رفع نیازها به تاراج گذاشتیم. امروز هیچ تالاب در اون سرزمینی آب ندارد. از بختگان تا حورالعظیم، گاوخونی و ارومیه، آب‌های زیرزمینی ما همه جا در حال شور شدن است. ادامه این روند یعنی تخلیه ایران از جنوب البرز تا دریاهای آزاد و از شرق زاگرس تا مرزهای شرقی کشور. ما امانتدار بسیار بدی برای این تمدن 7000 ساله بودیم. این برخی از جمله های ایشون بود. بله، ایشون من چندین صحبت دیگر هم از ایشون قبلا خونده بودم. واقعا خبری که میدن خبر فاجعه است که، ولی فقط خبر فاجعه آب نیست. یعنی همون طور که ذخیره های چند صد هزار ساله طبیعی مملکت رو اینها به تاراج دادن در شکل آب، همین کار رو با ذخیره های چندین صد ساله ایران کردن. این 700 میلیارد دلاری که در دوران احمدی نژاد به دولت ایران رسید و اینها عملا همش رو یا ملاخور کردن یا به سوریه و عراق و دیگه وابسته هاشون دادن، یا در بانک های
مالزی و چین و ماچین قائمش کردن، ولی ازش چیزی برای ایران به جا نموند. ذخیره سومی که به تاراج دادن، اینها هر سه متوازی با هم هستند. ذخیره سومی که به تاراج دادن ذخیره فکری جامعه ایرانه. یعنی جامعه ایران الان 10-7 میلیونش خارج از ایرانه. جامعه ایران اولین کشور در چند سال اخیر در فرار مغزها، زیان مادی و معنوی که فرار مغزها به اقتصاد ایران زده کمتر از گلدوزی ها و ملاخوزی ها و چپاهو ها و دکلدوزی های اینها نیست. این ستاره که کنار هم بذارید، اون وقت ابعاد فاجعه معلوم میشه. اونها رو کنار هم بذارید، درکتون از این نمایش بیضایی هم بهتر میشه، چون نمایش بیضایی هم بدون این طالب به آب و نفت و سرمایه مالی فکری اشاره بکنه به این مصیبتی که بر جامعه رفته در نتیجه دروغ و ریا و بی‌کفایتی و سوء مدیریت و عدم توانایی آدم‌ها به گفتن حقیقت به کسی که داره مملکت رو به آستانه نابودی میکشه. فهم کنم قبلا هم صحبت کردیم، من برنامه خیلی جالبی میدیدم در که بخشی از مرکز مطالعات استراتژی که وابسته به خود آقای روحانیه، که یکی از مدیران یکی از پروژه ها به ظاهر داره در مورد سقوط هواپیما صحبت میکنه، ولی مخاطب اصلیش خامنه ایه. میگه کشتی هواپیما داره میخوره به کوه، کسی جرأت نداره بهت بگی که آقا تو بلد نیستی این کار رو، یا خطر در راه، بذار اگر میشه مملکت رو نجات بدیم. به تمثیل داره در مورد سقوط هواپیماهای کره صحبت میکنه، ولی در واقع در مورد ایران داره صحبت میکنه. امثال آقای کلانتری در ایران آدم‌های خیلی متعددی هستن که ابعاد فاجعه رو متوجه شدن، که چطور این سوء مدیریت، چطور این خرافاتی که به جای دین تبلیغ میکنن، چطور این دل دزدی‌ها، چطور این گنده دزدی‌ها، چطور این دکل دزدی‌ها مملکت رو به اینجا کشونده، به جای کشونده که امکان، به قول آقای کلانتری، امکان زیست در این فلات که 7000 سال ایرانیان در آن زیستن رو اینا در نتیجه این بی‌کفایتی دارن سخت میکنن. ایرانی که در 1977 واقعا به لحاظ تحولاتی که در نتیجه 10-15 سال قبلش ایجاد شده بود، در آستانه یک جهش به جهان دوم بود، خروج از جهان سوم بود. ایران اقتصادش در 1977 تمام امکانات داشت که الان از کره جلوتر باشه، از تایوان جلوتر باشه. اینا ببینید اون مملکت رو بهشون تحویل دادن. ببینید چه بر سر این مملکت آوردن: آبش، نفتش، گازش، سرمایه معنوی و فکریش، این تعداد آدمایی که در ایران افسرده هستن، این تعداد آدمایی که در ایران دوایی هستن، معتاد هستن. واقعا حرف آقای کلانتری که واقعا حرف صحیح و حرف درخشانی هم هست. ما هم اتفاقا در ایران شناسی در یه پروژه‌ای به اسم پروژه ایران ویژن 2040، یکی از مقالاتی که الان اونجا قابل دسترسی است، دوستان میتونن تشریف ببرن اون مقاله رو بخونن. به انگلیسی است مقاله، متاسفانه فکر می‌کنم ترجمه فارسی، خلاصه فارسیش هم هست الان. ما خلاصه همه مقالات رو تهیه کردیم. اونجا هم یه مطالعه خیلی دقیقی در مورد آب و یه مطالعه دقیقی در مورد قضا هست، برای اینکه اون هم دوباره آقای کلانتری بهش اشاره میکنن. ما تو این مقاله با جزئیات نشون دادیم که این حرفی که آقای خامنه‌ای میزنه که 150 میلیون چیز کنی، خب حرف بی ربطیه، حرف بی مطالعه‌ایه. اینا بهترین سیاستایی که داشتن رو دقیقاً به لحاظ اینکه خامنه‌ای یه شب بلند شد تصمیم گرفت که جمعیت مملکت کمه، دو برابرش کنه. یکی از موفق‌ترین سیاست‌های کنترل جمعیت رو، واقعا یکی از موفق ترین، بعضی ها میگن شاید موفق ترین در 40 سال 50 سال اخیر، برنامه کنترل جمعیت جمهوری اسلامی ایران در سالهای دهه 80-90. بعد یه دفعه هم خوابنما میشن و تصمیم میگیرن اون برنامه رو متوقف کنن. یکی از موفق ترین برنامه رو تبدیل میکنن، سعی میکنن
خوشبختانه مردم ایران شعورشون از رهبریشون بیشتره. مردم ایران نمیرن 150 میلیون جمعیت ایجاد کنن. اینا خانواده 14 نفری میخوان. زنها الان در ایران بیشتر از خانواده دو نفری 1.9 یا 2.1 نمیذارن تولید بشه. اگه دست اینا بود الان جامعه ایران مثلا 120 میلیون هم جمعیت داشت. با این وضع آب و با این وضع غذا و با این وضع ارز و با این وضع اقتصاد و با این وضع سیستم بانکی در حال انفجار، اون وقت ببینید دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. آقای دکتر میلانی، یک نماینده مجلس به نام غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی گفته است که مبارزه با فساد باید از دفتر رهبر آغاز شود. یعنی از که دفتر رهبر خلاصه مجلس اول فساده در ایران. من در یک برنامه با آقای کدیور بودم، خیلی زیبا در مورد نهاد ولایت فقیه گفت ام الفساد هم اونجا و الان خیلی ها دارن به میگن، خیلی ها از قبلم گفته بودن، از قبلم خیلی ها گفتن که مشکل اساسی این نهاده که جوابگو نیست، شفافیت نداره، هر کاری میخواد میکنه، به هیچ کس هم جواب پس نمیده. واضحه که من بکرد به اینجا کشونده میشه و اون وقت کسی هم در رأس این نهاده که چش دیدن هر رقیبی رو نداره، حتی تحمل رفسنجانی که او رو بر این کار برگمارد رو نداشت. ببینید چه بلایی بر سر کسی مثل رفسنجانی دیگه، همدلش و همکیشش و شریفش و 50 سال به قول خودش یار غار و یار مبارزش بود، یعنی تا به هیچ کسی نداره. ببینید چه بلایی الان بر سر همین خانم رهنورد و کروبی و موسوی آوردن. ببینید چه بلایی بر سر سلطانی آوردن، وکیل حقوق بشر در ایران. یعنی و بعدم میاد در مشهد میشونه میگه در ایران هیچ کس به لحاظ نظرش در زندان نیست. اصلا دادم شگفت زده میشه که کدوم ایران رو این باش در تماسه، چه کسانی در اون دفتر فاسد بیت رهبری بهش چه خبرهایی میدن که این همه یا پرته یا این همه حاضر به صراحت نادرست عوضی حرف بزنیم. آقای دکتر، این خبر به نظر من خیلی قابل بحثه. در پی عدم توافق کمیته نامگذاری شورای شهر تهران برای نامگذاری خیابان یا میدان یا بولوار یا فلکه‌ای به نام دکتر مصدق، دبیر کمیته نامگذاری شورای شهر تهران اعلام کرد کارشناسان این کمیسیون پس از تحقیق و پژوهش به این جمع‌بندی رسیدند که دکتر مصدق از ویژگی‌های مورد نظر برای نامگذاری برخوردار نیست. بله، من فکر می‌کنم درسته. در شهری که بزرگراه به نام یک آخوند مرتجعی به اسم شیخ فضل‌الله نوری هست یا به عنوان روشنفکری مثل جلال آل احمد هست و بزرگراه‌های خیابون‌های متعددی از نام سید فرس، خیابون متعدد به نام یک تروریستی به نام نواب صفوی هست، جای مصدق در کنار اینها حتما نیست. من فهم کنم اگر معیار اینهایی هستن که تا به حال انتخاب کردن، حتما شأن مصدق اجل از این که در کنار نواب صفوی ها و شیخ فضل الله نوری ها باشه. مصدق یه عمر علیه فضل الله نوری ها و شیخ نواب صفوی ها جنگید. ولی به نظر من راه حلی برای این قضیه خیلی ساده است. مردم خیلی راحت خودشون میتونن اسم خیابون رو عوض کنن. دولت غلط کرده فکر کنه که میتونه همه خیابونا رو خودش انتخاب بکنه. مردم از فردا هر کدوم از شاهراهای مهم مملکت رو، مثلا همونی که اینا شیخ فضل الله نوری گفتن، از فردا شروع کنن بگن شاهراه مصدق. در ظرف یه سال جا میفته. یعنی اصلا اینجوری نیست که دولت‌ها حق انحصاری دارن. گذشت اون دوران، مردم میتونن از طریق شبکه‌های اجتماعی تا
تصمیم میگیره، مشترک میگیرن و بگن از این بعد، همونطوری که سالهای سال مثلا میدون فوزیه رو مردم کماکان فوزیه میگفتن، با اینکه به نظر میامد اسمشو رژیم شاه میخواست عوض کنه، ولی مردم فوزیه رو دوست داشتن، اسم میدون رو دوست داشتن میگفتن. الان هم خود مردم میتونن چیز کنن، منتظر مردم که منتظر یا نیازمند ولی فقیه یا ولی شهردار یا ولی محله نیستن که اسم خیابونشون رو اونا براشون تعیین کنن. اسم خیابون اینه که خود مردم استفاده میکنن. مردم از بعدا تصمیم میگیرن هر کدوم از این شاهراها رو. از مثلا کدوم شاهراها؟ من فکر کنم مثلا شیخ فضل الله نوری خوبه عوض کنم. اینکه شیخ فضل الله نوری تجسم اون ارتجایی است که مصدق باش میجنگید. مصدق طرفدار حکومت قانون بود. شیخ فضل الله نوری طرفدار حکومت مشروطه. از فردا خیابان مشروعه. مشروعه. مصدق مشروطه. شیخ فضل الله نوری مشروعه. مصدق مشروطه. این حکومت قانون میخواست. اون حکومت شهر و آخوند میخواست. این زیر بار آخوند نمیرفت و به همین خاطر با کاشانی در افتاد. اون میگفت تنها حکومت حکومت ماست و آقای خمینی هم گفت که حکومت ما در واقع ادامه همون حرفه. اونا برداریم، مردم از فردا خودشون اسمشو عوض کنن. اونا هر اسمی میخواد بذاره در خیابون و در چیزای رسمی، نام هر چیزی اون چیزیست که مردم بهش خطاب میکنن. یعنی اگه مردم تصمیم مشترک بگیرن، دولت ها و به طریق اولا شهرداری هایی که میترسن از رهبر، برای اینکه قاعدتا از اونجا دستور آمدی که به اسم مصدق خیابون نکنید دیگه، شهردار خود اینا که بیچاره دلشون به نظر میاد میخواستن، از اونجا ندا اومده که یک چون قبلا اعلام کردن. بله قبلا اعلام کردن، بعدن دارم بعدا گفتن آقا خوشش نمیاد. حالا آقا خوشش نمیاد، مردم اگه خوششون میاد بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری رو از امارت بکنم بزرگراه مصدق. تو دهنی حسابی به رژیم خیلی، من که از امارت همش میگم بزرگراه مصدق. آقای دکتر، یه نماینده مجلس دیگه اظهار نظر کرده، گفته که در ماه‌های پایانی سال گذشته، سال 96، بیشتر از 30 میلیارد دلار، 30 میلیارد دلار ارز از ایران خارج شده. حداقل اونقدر به نظر میرسه خارج شده و بر اساس گزارش دیگری که من خوندم نزدیک 20 میلیارد هم خود دولت برای اینکه قیمت دلار حتی بیشتر سقوط نکنه، قیمت پول ایران بیشتر سقوط نکنه، اونها از ذخیره وارد بازار کردن، وگرنه الان دلار قاعدتاً 6000 خورده ای بود. یعنی اگر این دو رقم درست باشه که به نظر میاد درسته، در ظرف این چند ماه 50 میلیارد دلار پول این ور اون ور شده، فقط برای اینکه وضع اقتصادی هر روز بدتر هم خواهد شد و اگر این ادامه پیدا کنه برای بانک ها خطر سقوط خیلی جدی، خیلی جدی تر میشه. آقای دکتر، مرکز آمار گفته که 10,000 خانوار ایرانی در زاغه ها و آلونک ها زندگی می کنند. فقط 10,000؟ من بعید میدونم درست باشه. فقط آخر رهبر خودش یه حرفی زده بود، گفته بود آمار در ایران درست نیست. بله 10,000 در تهران هم بیشتره. بله 10,000 خانوار هم نمیم، مثلا 50,000 نفر میشه دیگه متوسط نگاه بکنیم. اونم رقم شرم‌آوری است در مملکتی که 8 سالش 700 میلیارد دلار درآمد نفت داشته. یه آمار دیگه رهبر فکر می‌کنم اینم قبول نداره یا شاید هم قبول داشته. رئیس سازمان سواد آموزی گفته است که نزدیک به 2 میلیون زن
بی سواد در ایران وجود داره که من فکر کنم خیلی بیشتر بد باشه. رقم عجیبیه. بله رقم بالاییه. البته من فکر کنم یکی از می‌دونید دوباره یکی از برنامه‌هایی که به رغم خواست این رژیم خیلی موفق بوده حضور زنان در عرصه آموزش و پرورش. یعنی من فکر کنم اینها در این اینکه می‌خواستن زنان مثلا حداقل یک 9 کلاسی 12 کلاسی درس بگیرن بعد برن خانه دار بشن و مادر بشن و فرزند برای انقلاب تولید کنن، می‌بینیم که الان 60% تحصیل کرده های دانشگاهی امسال زنان هستن. فکر کنم زنان نسل جوان بعد از انقلاب شاید بیسوادی درشون عملا وجود نداشته باشه و هر روزم بیشتر در عرصه های مختلف فعالیت میکنه. یعنی رژیم دلش میخواد، سیاست رسمیش اینه که از اینها زن خوب فرمانبر پارسای مادر در خانه نشسته آشپزخونه کنترل کننده بچه تولید کننده ایجاد بکنه، ولی اونا هر روز شاعر میشن، فیلم بردار میشن، معمار میشن، مهندس میشن، راننده ماشین میشن، شرکت را میندازن. واقعا شگفت انگیزن. من به طور دائم در حیرتم از شگفتی و شجاعت و درایت زنان ایرانی و همچنین جوانانمون. نه صحبتش صحبه. حتما حتما جوانان، ولی زنان یه نقش به نظر من تاریخی منحصر به فردی داشتن و دارن. آقای دکتر، آقای الیاس حضرتی رو میشناسین؟ جزو حزب اعتماد ملی بود و هست. حزب اعتماد ملی هم مثل این که مال آقای کروبی باشه. بله. الیاس حضرتی از رئیس جمهوری خواست به عنوان رئیس شورای امنیت ملی به حصر رهبران معترضان پایان دهد. بله. شنیدم. میگن حالا میگن که به شورا واگذار شده و به هر حال اگر واقعا به شورا واگذار شده به نظر من شرم‌آوره که یک روز اینها بیشتر در زندان بمونن، ولی فکر میکنم که واقعیت اینه که تصمیم حصر و هم تصمیم ادامه حصر به شخص شخیص آقای خامنه‌ای تعویل پذیره و گناهش به گمان من در نامه اعمال او، مسئولیتش در نامه اعمال او اگر اتفاقی برای اینها و برای هر کسی دیگری در زندان ها میفته. به هر حال نمیشه شما ادعا کنید که در یه مملکتی ولایت دارین و فقط برای کارهای مثبت از اون مملکت برای خودتون ادعای امتیاز بکنید. هر بلایی در اون مملکت سر مردم میاد، طبعا اون که بیش از همه قدرت داره و قدرت نامحدود داره و قدرت غیر قابل سوال از طرف مردم داره، او بیش از همه مسئول دیگه. اگر آقای سلطانی در زندان مثلا در اعتصاب قضا که خوشبختانه الان قطع کردن اتفاقی براشون میافتاد، یا اگر برای هر زندانی دیگری اتفاقی بیفته و اتفاقاتی که در گذشته افتاده، کشتارهایی در زندان شده، این لفتالیس هایی که شده چه در بیت چه در خارج بیت، مسئولش بیش از هر کسی کسیست که بیش از همه قدرت داره. آقای دکتر میلانی، سخنگوی کاخ سفید خبر داده از احتمال برگزاری دیدار ترامپ و پوتین در کاخ سفید. بله، خیلی عجیبه دیگه. آقای این یکی از کارهای عجیب آقای ترامپ که بعد از انتخاب، به اصطلاح انتخابات آزاد که نبودن، بعد از به اصطلاح انتخاب آقای پوتین، مشاورینش بهش گفته بودن که تبریک نگو برای این انتخابات کج موقت، ولی او نه تنها تبریک گفته بلکه دعوتش کرده که بیاد به آمریکا. و از اون عجیبتر خبر این قضیه رو به جای اینکه کاخ سفید بده یا کاخ سفید و کرملین همزمان بدن چنان که معمولا رسمه، کرملین داده. این تصمیم گرفته کاخ سفید احتیاجی نیست که به این قضیه
اشاره بکنه، ولی به هر حال آقای ترامپ کارهای غیر متعارف غیر منتظر کم نمیکنه دیگه، این هم یکی از اوناست. تا حالا چند تا وزیر عوض کرده؟ والا تعدادش که خیلی زیاده، ولی تعداد کسانی که مثلا در مهمترین پست ها بودن عوض کردنش بی سابقه است. یعنی الان دو تا مشاور امنیت چیز کرده، عوض کرده. جورج بوش در تمام دوران 8 سالش دو تا مشاور امنیت بیشتر نداشت و یک مشاور امنیتش رو بعداً کرد وزیر امور خارجه، خانم کاندی رایس که الان در اینجا در استنفورد هستن. چی تدریس میکنه آقای دکتر؟ ببخشید، علوم سیاسی تدریس میکنه، یک کلاس در کلاس دیپلماسی آمریکا تدریس میکنه و گاهی هم در دانشکده اصطلاح علوم مدیریت اونجا یه برنامه‌ای برای مدیریت داره که در اون برنامه کلاسایی در مورد مدیریت در سطح در واقع کلان صحبت میکنه و خیلی هم فعال و در زمینه‌های مختلف در سطح دانشگاه خیلی فعاله. شولتز هم که وزیر امور خارجه ریگان بود، اون هم کماکان با اینکه 96 سالشه فعال، دیروز مثلا یه سخنرانی داشت که همین بعد از توی مجموعه این بود که بعد از بود که من سخنرانی داشتم میدیدمش واقعا قبراق و سرحال در سن 97 سالگی تقریبا. جدی قبراق؟ خیلی کاملا قبراق. این 90 ساله اون خیلی متفاوت از 90 سالگی آقای جنتی. آقای جنتی رو که آدم میبینه، من نمیدونم حالا اون 90 چند ساله یا 100 چند ساله، ولی هیچ قبراقی در هیچ از اون توفاله 1000 ساله است. بعضی اون دیگه شما میدونید. برحال دیگه برحال افکارشون منظورم. بله بله، افکارش که خیلی افکارش که جرثومه خرافه های چیز واقعا عجیبه. یعنی در حتی در میان روحانیت هم او یک نادره است در پرت بودن از مرحله قرن 21 و 20 و 19 و 17 و 18 و آقای دکتر 3-4 دقیقه وقت داریم، نظرتون رو درباره آقای بولتون بدین، چون همه این روزا با نگرانی میگن این میخواد جنگ را بندازه و میخواد مجاهدینی بیاره به جای اینا. اولا اینکه کسی بخواد یه کاری بکنه تا اینکه بتونه خیلی با هم فرق میکنه. من فکر میکنم تکلیف آینده ایران رو آقای بولتون تعیین نمیکنه، تکلیف آینده ایران رو ایران تعیین میکنه، مردم ایران تعیین میکنن. سیاست قدرش موثره، ولی آینده ایران رو مردم ایران باید و به گمان من قطعا خودشون تعیین خواهند کرد، نه اینکه آقای بولتون تصمیم بگیره یه گروهی رو صرفا به لحاظ اینکه 2-3 بار دعوتش کردن یا 6 بار دعوتش کردن اونجا، هر بار مثلا یه پولی بهش دادن که بیاد سخنرانی بکنه، الان تصمیم بگیره که اونها آلترناتیو آینده ایران هستن. هیچ کسی نمیتونه این تصمیم رو برای ایران بگیره، خود مردم ایران باید تصمیم بگیرن. در مورد جنگ من فکر می‌کنم ممکنه او دلش بخواد، ولی دوباره سیاست آمریکا هنوز کماکان سیاستی است که قدرت فقط در یک جا و یک مرکز متمرکز نیست. میگم آقای ترامپ خیلی سعی داره تمرکز ایجاد بکنه، ولی هنوز نتونسته. هنوز می‌بینیم که سنا، مجلس، دادگاه‌ها، بوروکراسی، خود ارتش باهاش مسائل دارن. من مطمئن نیستم که آقای ماتیس وزیر دفاع با اینکه خیلی منتقد برنامه اتمی ایران و قرارداد توافق اتمی بود و خیلی طرفدار این بود که نگذاره آمریکا که جمهوری اسلامی در منطقه شیطنت بکنه یا با آمریکایی ها ور بره اونجوری که مثلا قایق بفرسته طرف ناوهای آمریکایی، ولی فکر نمی‌کنم او اجازه بده که آمریکا در ایران وارد یه جنگ دیگه با ایران بشه. میگه ایران به هر حال سوریه که نیست، ایران یک کشور قدیم مهمیه، کشور
متفاوتیه و امیدوارم که اگر هم این سودا رو داره موفق نشه. خیلی ممنون آقای دکتر، وقت ما به پایان رسید. از شما. تا هفته آینده در خدمتتون باشیم. خدمت از من. خب همیهنان گرامی، بسیار ممنون از شما که به این برنامه و برنامه های دیگر ما توجه دارید و با سپاس از کارگردان برنامه آقای امیر. شب و روز همگی خوش.